بیشتر از این تیر شود، هر ظلم نوشته پای تقدیر شود، هر لحظه بی گناهی زنجیر شود. نگذار نگذار این انقلاب سیاه‌ترین و شوم‌ترین و شرم‌آورترین روز تاریخ کشور ماست. این از قادسیه بدتره. قادسیه را اعراب تازی به ایران حمله کردن، آنها بیگانه بودن و کشور ما را فتح کردن، ولی این بار کسانی با پوشاک ایرانی، با نام ایرانی، با شناسنامه ایرانی، قادسیه نزدیکتر از قادسیه اول آفریدن. بزرگ است اهورامزدا، او که این بوم آفرید، او که آسمان آفرید، او که شادی آفرید مردم را. منش نیک را می ستاییم، پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر شیون و مویه را. با درودهای فراوان به همیهنان گرامیم، پری صفاری هستم از سنگر بیداری، پایداری، پیروزی، از برنامه‌های رادیو تلویزیون مستقل و 24 ساعته بیداری. امروز آدینه 1 فروردین ماه 2722 ایرانی، ما ایرانی مادی، 2573 ایرانی شاهنشاهی هخامنشی و برابر است با 21 مارچ 2014 میلادی. ای مزدا، تو به درستی این باور و آموزش را برای همه برنهاده ای که راستی سود بخشد و دروغ زیان آورد. از همین روست که من خواهان اندیشه نیک هستم و همگان را از پیوند با دروند باز می دارم. کسانی که با خرد بد و با زبان خود خشم و رشک را می افزایند و مردم سازنده و پژوهش پرورشگر را از کار خود باز می دارند و با کردار زشتی که دارند در پی نیکوکاری نیستند، دیوانی هستند که نهاد و یابش مردم را به دروغ و گمراهی می کشانند. ای مزدا، اما کسی که با دل و جان یابش خود را به اندیشه نیک بپیوندد و در راه پارسایی و راستی و دانایی گام بردارد، سرانجام در کشور جاودانی تو جای می‌گیرد. ایدون باد. پرگوهر ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده ما نیکوجا بدان. ای دشمن، ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهرت وطن شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
سر از سر است، مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. تو گردش جهان و دور آسمان به باز دوره ای زدی همیشه به نمای باز، به رفتم خود پیشم دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. ای آتش، ای آفریده اهورا مزدا، فروزان باش در این خانه، فروزان باش در این خانه تا دیر زمان، تا رستاخیز بزرگ بده به من. ای آتش آفریده اهورا مزدا، رامش بسیار، روزی بسیار، زندگی بسیار، رانش فراوان، روزی فراوان، زندگی فراوان، پارسایی کامل، خوشزبانی و دیناگاهی و پس از آن خردی بزرگ و پاینده. و پس از آن دلیری مردانه، استوار، هوشیاری، وظیفه شناسی و بیداری و فرزندان برومند، زیرک، نگهبان کشور، انجمن آرا، بالیده، نیک کردار، رهاننده از سختی ها و هوشیار، که پیشرفت دهد خانه ما را، ده ما را، شهر ما را، کشور ما را و سرفرازی های میهن ما را. نوروز پیام‌آور مهر و امید است. فرا رسیدن نوروز را به هم میهنان عزیزم صمیمانه تبریک میگویم و در شروع سال نو آرزو دارم که دوران تاریکی هرچه زودتر در ایران عزیز به سر آید و در آینده نه چندان دور همه ایرانیان بتوانند در کنار خانواده و در خاک میهن در ایرانی آزاد، پیشرفته و سربلند این روز فرخنده را با شکوه هرچه بیشتر جشن بگیرم. در سالهای سخت ناگوار یکی از آیین‌هایی که نگذاشته است تا اصالت ایرانی خود را از یاد ببریم نوروز بوده است و نیز به یاد داشته باشیم که در تاریخ ما همه نوروزها شادی آفرین نبوده است، ولی نوروز همیشه پیام‌آور همبستگی همه ما ایرانیان بوده است. در نخستین روز بهار برای شما هم‌میهنان عزیزم آرزوی تندرستی و آرامش درونی دارم. امید به آینده و اعتقاد به اینکه نور بر تاریکی پیروز خواهد شد راهبر کوشش ماست. خداوند نگهدار ایران باد.
فرارسیدن بهار، نوروز دلنگیز و این جشن شکوهمند ملی را به شما هم میهنان گرامیم و به همه ملت‌های جهان شاد باش میگویم. یک ماه مانده به لحظه تحویل سال نو، از دانه‌های گندم و ماش سبزه برای سرسبزی سال نو میکاریم، خانه تکانی میکنیم، آلودگی‌ها، زشتی‌ها و بدی‌ها را به دور میریزیم و آماده میشویم برای سالی دیگر و بهاری دیگر. از گذشته ها می آموزیم تا برای سال آینده برنامه ریزی کنیم، به پیشواز بهار می رویم و به فرارسیدن سالی نو با هزاران آرزو و امید برای آینده بهتر و روشن خوش آمد می گوییم. هفت به چم هفت سروش گرداننده جهان و هفت روز هفته، هفت اقلیم و هفت دریا، هفت طبقه آسمان و زمین و سیارات، هفت فرشته و هفت نماد عشق، مهر، روشنایی و نوزایی از طبیعت را بر پارچه های ترمه قدیمی خانه هفت سینوار در کنار هم میچینیم. به احترام گذشته ها سپند رود میکنیم و برای فرزندان و عزیزانمان شمع روشن میکنیم. باشد که نور و روشنایی بر تاریکی چیره گردد. هنگام فرارسیدن سال نو، لحظه تحویل، مرز بین یک پایان و یک آغاز، گذر از سال گذشته و رسیدن سال نو، فالی بر حافظ می‌زنیم. نوروز آیینی باستانی برای پیوند و تقویت همبستگی ملت‌ها در منطقه و جهان است. بزرگداشت برآمدن خورشید در نخستین روز بهار را بر خجندی و سمرقندی، بر بخارایی و هراتی، بر کابلی و بلخی، بر بدخشانی و سمنگانی و بر همه مردم افغانستان و تاجیکستان که با سبدی از سبزه در مراسم سمنوپزی گروهی به پیشواز سال نو می روند، فرخنده باد می گویم. نوروز بر شهروندان ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان که در هنگام نوروز در کنار سبزه نوروزی شهرهای خود را آذین می‌بندند خجسته باد. نوروز بر ملت آذربایجان و ترکیه که در کنار سبزه نوروزی با نواختن پرسر و صدای سرنا و دهل همگان را از رسیدن بهار باخبر می‌کنند شاد باد. نوروز بر شهروندان کشور عراق و سوریه که این آیین باستانی را در کنار سبزه نوروزی با آتش و رقص‌های باشکوه برپا می‌کنند فرخنده باد. نوروز را بر پارسیان هند، بر مردم کشمیر، بر مردم هنزا و گلگیت در شمال پاکستان، بر مردم ارومچی، کاشغر و یارکند در غرب چین و همچنین بر شهروندان لبنان، امارات و بحرین شاد باش میگویم. نوروز بر مردم آلبانی و کوسوو در اروپا و همچنین بر مردم زنزیبار در آفریقا فرخنده باد. جشن پوریم بر ملت اسرائیل و همه یهودیان جهان که برای شکرگزاری از منشور آزادی کوروش و برگرداندن یهودیان به سرزمینشان در ایام نوروزی برگزار می کنند خجسته باد می گویم. شادباشی ویژه خدمت هممیهنانم در سراسر جهان می گویم که با مهاجرت اجباری و یا اختیاری در بیش از 100 کشور جهان جشنهای ایرانی را برپا می کنند و ایرانیت و فرهنگ ایرانی را هر جا که باشند زنده و جاودان پاسداری می کنند. هم میهنانم، آنچه که در سال آینده پیش روی داریم، تلاش بیشتر برای دستیابی به خواستهای مشترکمان در راستای منافع ملت ایران می باشد. به یاد داشته باشیم که نوروز است، ولیکن بهار برای همه نیامده است. به دیدار خانواده های عزیز از دست رفته برویم و شمع خانه هایشان را با حضورمان روشن کنیم. یاد دلیرانی که
جان خود را سخاوتمندانه فدای حفظ تمامیت میهن، راه آزادی و سربلندی ملت ایران کردند را جاودانه پاسداری کنیم. به جای رفتن و دیدن صحنه اعدام، جلوی اجرای قتل یک انسان را بگیریم. در این روزهای بهاری به دیدار خانواده‌های زندانیان سیاسی عقیدتی برویم. با آنها در این روزهای نوروزی همراه باشیم و به یادشان در خانه‌هایمان شمع برافروزیم. به دیدار آنها که در بستر بیماری هستند برویم و در کنار سفره نوروز در بیمارستان‌ها و مراکز نگهداری از افراد معلول آنها را همراهی کنیم. عیدی دادن به فرزندان بی خانمان و آواره در خیابان‌ها تا مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست را فراموش نکنیم. در آستانه این سال نو به تمامی مبارزان آزادی‌خواه میهنمان درود می‌فرستم. نوروز را با شما زنان و مردان، جوانان و کودکان آینده ساز سرزمینمان که با وجود تمامی مشکلات در همه زمینه‌های علمی و هنری نام ایران و ایرانی را در جهان پرآوازه و سربلند کرده اید، همراه هستیم. به امید تندرستی، شادی، آزادی و برابری و پیروزی برای همه ایرانیان در سراسر جهان و ایران عزیزمان. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. ای ایران، ای سرزمین اهورایی، ای پربهاترین خاک دنیا، ای ایران، ای سرزمین بی همتا، ای پیشگام خرد و آزادی، ای ایران، ای سرزمین دلیران، ای شکوه بزرگی های انسان، ای ایران، ای نخستین آزاد کننده بردگان، ای سرزمین کوروش و بابک، ای ایران، ای سرزمین فردوسی پاکزاد، ای خاک خوب انسانی، روان ما آکنده از یاد سربلندی های توست، تو پاکی اهورایی خود را باز خواهی یافت، ای ایران، ای شیر ژیان، شایسته نیست درنگی در بردگی بمانی، این ننگ تو را سزاوار نیست، دل خود پر ز آتش کن و دشمنانت را بسوزان، ای ایران، ای یاد بزرگی هایت راز زنده بودن ما، ما تو را در چنگال اهریمن رها نخواهیم کرد، خورشید پاک سرشتی دگر بار بر فراز تو خواهد درخشید و ایزد راستین تو را دگر بار روشنی خواهد بخشید، ای ایران، چه زیباست روزی که درفش آزادیت را برافرازیم، روزی که تو دگر بار سرافراز و خرسند فرزندانت را لبریز از شادی و سربلندی سازی، ای ایران، ای سرزمین اهورایی بزرگ، فریاد شادی دخترانت همانند شمشیر بر دل اهریمن فرود خواهد آمد و چه شیرین خواهد بود هنگامی که سرودهای سربلندی تو در آذربایجان و سیستان، در خوزستان و خراسان خوانده می شوند، ای ایران، ای
پربهاترین خاک دنیا. فرزندانت از دور دست به سوی تو باز خواهند شتافت و با سرودهای ستودنت آغازی نوین را نوید خواهند داد و پیمان خواهند بست با نیروی خرد پاسدار تو باشند تا دیگر هرگز اهریمن توان گزند تو نیابد و تو برای همیشه آزاد و پاک و سربلند بمانی. در تواریخ سیستان آمده است وقتی که سپاهیان قتیبه سردار عرب سیستان را به خاک و خون کشیدند، مردی چنگ نواز در کوی و برزن شهر که غرق خون و آتش بود از کشتارها و جنایات قتیبه قصه ها می گفت و اشک خونین از دیدگان آنانی که باز مانده بودند جاری می ساخت و خود نیز خون می گریست و آنگاه بر چنگ می نواخت و می خواند: با این همه غم در خانه دل اندکی شادی باید که گاه نوروز است، اندکی شادی باید که گاه نوروز است. به نقل از کتاب دیدگاه ها از یکی از فرزندان نیک و افتخار آفرین میهنمان علی میرفطرس. همیهنان نازنینم، نخستین روز فروردین ماه است از 2722 ایرانی مادی، 2573 ایرانی شاهنشاهی هخامنشی. از چنین روزی و در چنین روزی تنها باید برای ایران گفت، برای ایران سرود و برای ایران شتافت و برای ایران تلاش کرد، یعنی سرزمین نوروز، سرزمین جشن ها، سرزمین زیبایی ها، سرزمینی که نخستین مکاتب انسان دوستانه و خرد ورزانه و فرزانگی را در جهان پایه‌گذاری کرد، از سرزمینی که فرزندانی افتخار آفرین و یگانه در همه تاریخ بشریت چون اشو زرتشت اسپندمان و چون کوروش بزرگ شاهنشاه ایران هخامنشی را به ایران و جهان ارمغان کرد. از ایران میگوییم، از نوروزش و همواره در تلیعه نوروزی و در آغاز نوروز سالی را آغاز میکنیم با امید به فرداهای بهتر و زندگی شاد و سازنده و تلاش برای نیکی گستری و مهر و مهربانی گستری. و در روزهایی که چنین با بدبختی بزرگ ملی گرفتاریم و سرزمین نوروز در اسارت و اشغال سیاه ترین، تباه ترین، خونریز ترین، فاسد ترین، کثیف ترین و ددمنش ترین جانورانی که جهان به خود دیده است گرفتار است، برای سرزمین نوروز، برای ایرانمان پیمان می‌بندیم از خورشید و از آتش ایران و از همه تاریخ بلند ایران نیرو می‌گیریم که ایرانمان را آزاد خواهیم کرد و سرفرازی و آبرو و بزرگی را به ایران که سزاوار همه آنهاست باز خواهیم گرداند. خنده و شادی و دستفشانی و پایکوبی و امید به زندگی را به فرزندان ایران زمین از نوزادانش تا کهنسالانش باز خواهیم گرداند. نوروز بر همه شما هم میهنانم شاد و خجسته و پیروز باد. نوروز هموار پیروز و پیروزگر تاریخ. گرامیان من، در آغاز برنامه پیام های امید بخش شهبانوی گرامی ایران زمین، شهبانو فرح پهلوی را شنیدید و پیامی بسیار زیبا با درون مایه و چم ایرانی 100% از شهریار ایران زمین.
رضا پهلوی شنیدید و دیدن همسر زیبا و خوشپوش و ایرانی و سرخ پوشش در کنارش مایه شادی همه ما در این آغازین روز نوروزی شد. از سوی خودم، همه یاران در سنگر بیداری، از سوی مدیر رادیو تلویزیون بیداری کوروش گرامی، همکار نازنین و جوانمان آریا جان در اتاق فرمان و مانی بهروز عزیزم در آن سوی جهان، به تک تک هممیهنانمان این روز بزرگ را شاد باش و فرخنده باد میگوییم و با همه دل به شهبانوی ایران و شهریار ایران و پرنسس یاسمین و شاهزادگان زیبا و نازنین و گرامی پهلوی تک به تک شاد باش میگوییم و جشن ایرانی و ملی و افتخار آفرین و امید بخشمان را آغاز میکنیم و همواره در تلاش هستیم که آنچرا که میتوانیم برای نیکبختی و سرفرازی و سربلندی و خوشنامی ایران بزرگ و ملت ایران انجام دهیم. نوروز بر تک تک فرزندان راستین ایران زمین شاد و خجسته باد. از آریای نازنینم خواهش میکنم آریا جان شماره 5 را در همین بخش بشنویم با صدای زیبای هنرمند بزرگ و پرآوازه سرزمینمان سیما بینا و پس از آن برنامه رو پی خواهم گرفت. نوروز شاد و خجسته و پیروز باد.
نوروز پیروز. همیهنان نازنینم، در آغازین دقایق برنامه پس از اینکه ما نیم ساعتی رو پشت سر گذارده ایم، میخوام از آریا جان خواهش بکنم با دوربین دوم اگر ممکن هست تا جایی که میشود این میز و خان نوروزی ما رو نشان بدهند تا همیهنان ببینن، برای اینکه در تصویر کاملا دقیق همه مشخص نیست و نشان داده نمیشه. البته خیلی مرتب تر از این بود، اما برای اینکه من در هر حال میبایستی نوشته ها رو و وسایلم رو در این میان داشته باشم، اندکی جابجا کردم و از بانو نازنین و پرتلاش و هنرمند و بسیار خوش سلیقه بانو پوران هوشیار نژاد که یک خان نوروزی زیبا در اینجا در استودیو در واقع همان گونه که میبینید فراهم آوردن با رنگامیزی و سلیقه بسیار بسیار دلنشین، و همچنین یک میز و خان نوروزی هم در هنگامی که وارد استودیوی تلویزیون میشویم عصر امروز در لابی اون قرار داده شده که آن هم بسیار زیبا و دلنشین هست. و دست کم من به سهم خودم از بانو هوشیار نژاد پوری نازنین سپاسگزاری میکنم، همواره در تلاش هست و برای ماندگاری این تلویزیون ایرانی و میهن دوست و همواره یار و پشتیبان و مددکار همسر پرتلاششان جناب هوشیار نژاد و یک زوج میهن پرست و در واقع کوشا. درود بر این دو نازنین و یک جهان سپاس دارم به بانو هوشیار نژاد عزیز که این همه تلاش میکنند در حد ممکن و مقدور آنچرا که میتوانند با همه وجود و سخاوت انجام میدهند در زیباسازی محیط اینجا، در نظم کارها، و بی نهایت زیبا هست این میز و سلیقه که به کار رفته. و در هر حال خواستم شما عزیزان من هم اندکی از نزدیک ببینید. از آریا جان خواهش میکنم، آریا نازنینم، اگر که اکنون دیگه یارانمون دیدن منو قدری جلوتر تصویرم رو بیاورید که یاران گمان نکنن که من خیلی دور شدم و رفتم دور و دورها، و در با دل و مهر همه ما در واقع نزدیک همیهنان و یارانمان هستیم. همیهنان نازنین و گرامی من، همان گونه که گفتم سرزمین ما سرزمین نوروز در چنگال و در اشغال نوروز سوزان، نوروز ستیزان، ایران فروشان و ایران سوزان هست. و در نخستین برنامه که امروز یکم فروردین ماه هست، باز چاره نیست، باید همچنان تلاشهایمان را پی بگیریم در راستای روشنگری و رساندن آگاهی ها به یکدیگر، و اینکه از برآیند همه آن چیزهایی که می آموزیم تجربه می کنیم، از یکدیگر می آموزیم، از جهان می آموزیم، از تاریخ، از کتاب، از دردها، از شادیها، از رنجها در این 35 سال، شکستهایمان، پیروزیهایمان، همه و همه همه را باید برای در راستای رهایی و نجات میهنمان به کار بگیریم. با این خبر آغاز میکنم. تلاش برای اسلامی کردن نوروز در 2000 امامزاده. تا روزی که میهن بزرگ و با شکوه ما ایران، پرشیا، سرزمین هزاره های با شکوه، سرزمینی که پیش از ورود اهریمن اسلام و تبهکار جنایتکار نازی و تازی و جانی و فاشیست سربرهای محمدی به میهن ما،
سرزمین فرهنگ، سرزمین نیرومندی، سرزمین باور مردمانش به راستی، به روشنایی، به آتش، به جوش، به جنبش، به حقوق بشر، به آفریدن زیبایی ها، به گسترش دادن زیبایی ها و دانش برای همه مردمان شهره بود و پرآوازه. در این 1400 سال آسیب هایی که از اهریمن اسلام بر ایران و ایرانی وارد آمده است در واقع محاسبه کردنی نیست. در جایی که این اهریمن پتیاره نتوانسته است آن را جشن بوده است، آیین بوده است، زبان بوده است، کیستی ملی بوده است، آثار و نام و نشان بوده است، از میان بردارد، آلودگی و میکروب و کثافت و لجن خود را به آن میمالد و آن را از آن خود قلمداد میکند. بی ریشه همین گونه است، بی هویت چنین است، بدنام پتیاره همین کاره است. رزترین و فرومایه ترین موجودات موجوداتی هستند که بزرگان و بزرگی را تخریب می کنند، زشتی می بندند و اگر نتوانستند خود را با ماسکی و به دروغ با آن می چسبانند، چون از خود چیزی ندارد جز فرومایگی، جز جنایت، جز رذالت، جز اهریمن خویی. و اکنون می خواهند که ایران ما را یک بار دیگر یک جا با همه هست و نیستش در دست دارند، نتوانستند بر این نوروز هموار پیروز چیره گردند، نجاسات و کثافات تازیان، محمدیان، علویان، خونخاران و آدمخاران اسلامی را به نوروز زیبای ما ببندند. در ادامه تلاش ها برای اسلامی کردن نوروز، سازمان اوقاف برنامه‌ای زیر عنوان آرامش بهاری و با هدف ترویج و تبلیغ سبک زندگی اسلامی، یعنی از حجاز آمده تازی، تدارک دیده است که قرار است تا 15 فروردین در 2286 نجاست زاده که آنها امامزاده میگویند اجرا شود. سازمان اوقاف و امور خیریه، یعنی سازمان چپاول و دزدی غارتگران و راهزنان محمدی، 29 اسفند ماه اعلام کرد تحویل سال نو در 1889 امامزاده و بقعه متبرکه برگزار می شود. روسپیزادهی به نام احمد شرفخانی از سازمان اوقاف، سازمان دزدی و چپاول و غارت و مصادره اموال ایرانیان، گفت که این برنامه جزئی از طرح نوروزی موسوم به آرامش بهاری است که از 28 اسفند آغاز شده و تا 15 فروردین در 2286 امامزاده، یعنی مستراحهایی را که سگی کفداری را در آن چال کردن و نامش امامزاده شده است، ادامه خواهد یافت. با قرائت دعای کمیل، خوب گوش کنید ایرانیان، سرزمینتان در دست اینان است. با قرائت دعای کمیل آغاز می شود و سپس قاریان، یعنی قارقار کنندگان مرگ و نیستی و تباهی، قاریان برجسته کشوری، یعنی اشغالگران کشور ایران و استانی، به تلاوت قرآن می پردازند. برنامه های نوروزی است. هفت سین فاطمی در خیمه معرفت، همان فاطمه روسبی ریپ شده در 18 سالگی ترکیده به دسته عمر را میگوید، خواندن دعای تحویل سال
آمدن نجاساتی را بلغور کردند و چلغور کردند، چسباندن به نوروز و به عربی و از ته مخرج و ما تحت ادا کردند و پخش پیام نوروزی رهبر مفعول فاطمیان، یعنی سید علی گدای دوریالی. از دیگر برنامه ها خواهد بود ترویج و تبلیغ سبک زندگی اسلامی، یعنی ریپ شیرخارگان و پسر بچه ها و فتح المبین در کهریزک و لوات با جوانان مبارز ایرانی به دستور قرآن و بخش مسئول بخش لوات تمساح، تبلیغ سبک زندگی اسلامی از اهداف طرح آرامش بهاری است. 12 سرفصل برنامه ریزی شده است و دقیق پیرامون سبک زندگی اسلامی. حالا سبک زندگی اسلامی یعنی شترهایشان، شاششان نوشابهشان است، پشم شتر خیمهشان است، خود شتر معشوقهشان است. پیر و جوان گیرشان آمد، مورد تجاوز جنسی قرار میدن. این شده است شیوه و سبک زندگی اسلامی باید به بردگان ایرانی که به پارادایز زمانی معروف بوده است، ایران پردیس بهشت، با آنها باید بیاموزند سبک زندگی اسلامی را. و نه اینکه گمان کنید در ساختمانی ها، در خیمه های معرفت، یعنی معرفت هم در باید در خیمه زده بشود. یعنی دارن زورچبان این واژه های لجنی عربی دشمن را فرهنگ عادی ایرانیان می کنند. خیمه، معرفت خیمه، خیمه معرفت. نوروز امسال به روایتی با سال روز درگذشت فاطمه زهرای روسبی، دختر پیامبر راهزن و کودک ریپیست محمد و همسر علی سربر نجس بچه باز که در جمهوری اسلامی ایام فاطمیه میگوین. فاطمیه آمده است به ایران، به سرزمین زرتشت و کوروش و داریوش و ماندانا و آتوسا و بابک و مازیار و رضا شاه بزرگ و آریا مهر بزرگ و سپهبد جهانبانی و فرخ روی پارسا و ندا و همه اینها. شده است ایام فاطمیه، آمده است فعلا نجاستش امسال به نوروز ما چسبیده است. ایران اشغال شده یعنی این روسبی زاده که نامش شرف خانی است، گفته است در سفره نوروزی که در امامزاده ها چیده می شود، به جای 7 سین سنتی سفره 7 سین فاطمی تدارک دیده شده است که برگرفته از لقب های منسوب به دختر پیامبر است. لقب هایی که با آن فاطمه روسبیه از 7-8 سالگی توسط علی اورانگوتان ریپ شده، یه توسط عمر ترکیده، یه گور به گور شده، باید بیاید جای 7 سین ایرانیان، ایران که در اشغال ما عرب تازی و مسلمان است. این نوروز و 7 سین را حاکم نتوانستیم 1400 سال دست این مجوسان آتش پرست بگیریم، بیاییم نجاسات خودمان را جایگزین کنیم. وای بر ما، چه روزهایی را داریم میبینیم. این لقب ها شامل سلیمه، سید النساء، سر الله، سر العظمه، سعیده، ساجده، سماویه. میبینید رفتن سینا رو درست کرد. سلیته را چرا نگذاشتن نمیدانم. و خاتمان و متولیان امامزاده ها معانی و توضیحات کامل آنها را به شرکت کنندگان در این مراسم ارائه می دهند. یعنی به جای سبزه و سنبل و گل و شراب و سیب و میوه و شیرینیجات و
پس از این بعد هفت‌سین را یادداشت کنید ایرانیان که سر خود گرفته اید. سلیمه یک سین است ولی سلیته نیامده است. سلیمه سید و نسا نمیدونم این واژه های کسافت چیست. بنابراین گزارش در این طرح برای آنچه ترویج فرهنگ فاطمی یعنی دیگر علوی و محمدی و این نجاست و عجب و این و آن اکنون رفتن به فاطمه چسبیدن. فعلا ما یک دورانی همه چی فاطمه ای باید بشود. ترویج فرهنگ فاطمی عنوان شده. طرح حجاب و عفاف بیش از 35 سال است نتوانستن زنان و دختران زیبا و یگانه ایران را به فاطمه و زینب و زهرا و سغرا و کبرا و سکینه تبدیل کنند. هنوز دارند ادامه میدهند. توف بر این فاطمه تا. طرح حجاب و عفاف در تمام امامزاده ها اجرا می شود و در 591 امامزاده برای این منظور غرفه های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. نمیدونم توی این سین ها چرا سرگین کفدار و سگ و خر و موش و این چیزها را نگذاشتن. سرگین هم با سین است. چون برای فاطمه و اسلام و شما حیوانات محمدی باید در سطح خودتان باشد همه چیزتان. حتی چیزهایی را که از ایرانیان میخواهید بدزدید و بیالایید نمیتوانید. هرز زادگان نتوانسته اید و نمیتوانید. نوروز جهانی است. اکنون در هر گوشه جهان این میز ایرانی، این سفره ایرانی، این خوان نوروزی چیده میشود، میشناسند. در همین آمریکا بسیاری از بانک‌ها هفت‌سین را چیدند. در وزارت امور خارجه همین حسین اوباما هفت‌سین چیدند. جهانی است. آن زمان هم که جهانی نبود و سازمان ملل نبود و این دم و دستگاه نبود، ایرانیان 1400 سال است با جان و دل نوروزشان را و هفت‌سینشان را، آتش چهارشنبه سوریشان را، سیزده بدرشان را همه را نگاهداری کردند و شما را به زودی مادر آتش ایران خواهیم سوزاند. همه ی درون مایه نجس ضد ایرانیتان را بیرون ریخته اید. ایرانیان با آشکاری میبینند که چه دشمنی است اسلام و باورمند به اسلام با ایران و فرهنگ ایران. خودتان دارید همه چیز را آشکار میکنید. پس آنچه که گیرتان خواهد آمد حقتان است. اسناد آن دادگاه ملی را خودتان دارید. با سرعت فراهم میآورید. حکم هم خود به خود بعد از این همه سند صادر خواهد شد و شده است. زمان درازی است که این حکم صادر شده است. شماها باید نابود شوید در میهن ما، باید بسوزید. جای آن جنایت نامه، نجاست نامه و قدیسان و امام و امامزاده و هر کثافتی که دارید فقط در مستراح ایرانیان است. به همین شمع‌های روشن روی این میز، به همین سنبل، به همین لاله‌های زیبا، به همین زیبایی‌های آفرینشی که بر روی این خانه ایرانی می‌بینید سوگند، تا دانه آخرتان را خواهیم سوزاند. خوب به یاد داشته باشید سخن من را. به آنجا کشانده اید
و این گزارش شامل نجاسات بیشتری است، اما بیش از این نمیخواهم اعصابتون رو خط خطی کنم. همیهنانم، گرامیان، همیهنانم، یک جهان سپاس دارم بی پایان و پاسخ فرزندان ایران به دشمنان ایران همین است. کتبان فرخ فرخزاد نازنین و گرامی از اروپا، $500 مچ و نوروزانه پیشکش سنگر بیداری کردند و از یاران خواستند این سنها سنگر راستینه مبارزاتی و دشمن ستیزانه را پشتیبانی کنند و ایشان بعد از اینکه چند تن از یاران $500 دست کم اعلام یاری کردند، فرخ فرخزاد نازنینم به تنهایی $500 به سنگر نوروزانه خواهند رساند. امیدوارم همیهنانم، یک ساعت و پنج دقیقه دیگر ما زمان داریم و نگذارید زمان بگذرد. و در ضمن من گاهنامه را هم که می دیدم، در واقع آخرین روز ماه مارچ دوشنبه هست و ما به جز امروز فقط هفته دیگر من دو برنامه دیگر خواهد بود و کمبود بسیار داریم که سه‌شنبه گزارش اون رو به شما عزیزان خواهم داد، چون امید دارم و امیدوارم که در این ایام و روزهای نوروزی همیهنان نازنینم سوای انگیزه های همیشگی و برای نگاهداری این سنگر ایرانی، در واقع به عنوان نوروزانه و شادیانه های نوروزی هم به سنگر برسانند و من بتوانم سه‌شنبه در واقع بگویم دیگر کمبودی نداریم، امیدوارم. و یا اگر اعلام می کنم دست کم اون رقم های لرزاننده و ترساننده نباشد. گرامیان من، پس از همین لحظه به شما یاران فراخوانی می دهم پاسخ بدهید به این بزرگ مهری و میهن پرستی یار نازنینمان کتبان فرخ فرخزاد از اروپا. $500 مچ و نوروزانه اعلام کردند که امیدوار هستم یاران ما هرچه زودتر در 10 دقیقه، در 15 دقیقه پاسخ بدهند که ما بتوانیم سریع یاری یاران، نوروزانه یاران و یاری بزرگ مهرانه فرخ فرخزاد عزیز رو داشته باشیم. از آریای نازنینم، آریا جان خواهش میکنم شماره 2 را. همیهنانم، ترانه رو برگزیدم، صدای این خواننده و هنر واقعی و ماندگار این خواننده برای ما هم خاطر انگیز است و هم بسیار با ارزش، با صدای کوروش یغمایی که به راستی ترانه هایش همچنان برای ما خاطرات زیبایی را از ایران و از آن دوران زندگی سرافرازانه ایرانی من در دوران باشکوه پهلوی همواره یادآوری می کند. برای نوروز ترانه زیبایی را تازه است خوانده است که برگزیدم، با همان را می شنویم. آریای نازنینم شماره 2 و چشم راه اعلام یاری یاران و نوروزانه یاران و پاسخ به $500 اعلام مچ فرخ فرخزاد عزیزم هم هستم.
چیزی نمونده به عید نوروز، ننه سرما که رفته بهار تو راه امروز. تو فکر سفره نو برای هفت سین، واسه پیشواز نوروز این جشن شیرین. یه تنگ ماهی، یه شمع روشن، با سیب و سکه سفره رو چیدن. سبز رو میزه آینه و شمدون، بالای تاخت هست گلدون تو ایبون. یادم اولدی ما تو کلاس پای تخته، روزا رو می نوشتیم تا یکم بشه یک روز. حالا ایده و نوروز میاد بشم نوروز، با یه دایره بنگی می خونه هر روز. روز فریه روز دنیا روز بازم باغچه میپوشه رختای رنگی. ببین سفره رو چیده به این قشنگی. بازم قاشق زن اومد شب در خونه، آره چهارشنبه سوری رنگ این کمونه. بیار خرمن بوته آتیش به پا کن، به پر از آتیش شادی و صدا کن. چم به سوری شب تا سحر رنگ، همه میخونن با شعر و آهنگ. یادم اولدی ما تو کلاس پای تخته، روزا رو می نوشتیم تا یکم بشی یک روز. حالا ایده و نوروز میادشم نوروز، با یه دایره بنگی میخونه هر روز. روز فنیه روز دنیا روز اینه با درودی دگرباره همیهنان نازنینم و سپاسگزارم کوروش گرامی دو یادداشت به من دادند. نخست کتبان خسرو پرویز عزیز، یار نازنین همیهن گرامی و سرفرازی که تازه به جمع یاران در سنگر بیداری پیوستند و در این دو هفته گذشته بارها یاری کردند. نخستین یاری بودند که 50 دلار پاسخ مچ فرخ فرخزاد عزیز رو اعلام کردند و برای چندمین بار شادیانه نوروزی برای ماندگاری سنگر بیداری و رسیدن صدا و سیمای بیداری به ایران. امیدواریم که این آرزوی ایشان و همه ما برآورده بشه با تکانی که گروهی از میهنانمان که فعلا بی‌اعتنایی می‌کنند و در نگهداری سنگر، در گسترش دادن رادیو تلویزیون بیداری اقدامی نمی کنند. در واقع با آغاز سال نوی ایرانی که زیباترین آغاز سال در همه فرهنگ ها و میان مردمان گوناگون است، از ایران ماست، با دم و باز دم خاک، با جوان زدن درختان و شکوفه ها، با بیداری و شادی و هلهله پرندگان آوازخوان، سال نو ایرانی در نخستین روز بهار آغاز می شود. گرامیان همیهنانم در همین نخستین روز در واقع همه یک رزولوشنی و یک پیمانی با خود ببندیم و یکی از آنها یاری رسانی به ایران و نگاهداری سنگر بیداری که یار و یاور و فقط و فقط برای ایران و ایرانی است. سپاسگزارم خسرو پرویز نازنین و
شادمانم از بودن همیهنانی شرافتمند و مهربان و سخاوتمند و ایران دوست چون شما. گرانمایه، بزرگ بانو، نازنین دوست، عزیز، همراه، ماندگار، همیشگی، دلسوز، دخت کوروش، بانو کردیه نازنینم، فرا رسیدن خجسته نوروز باستانی را به یگان بانوی سنگر بیداری، همراهان، یاران و پشتیبانان میهن پرست این سنگر شاد باش گفته آزادی و رهایی مردم ایران زمین را از چنگال اسلام اهریمنی آرمان دارم. درود بر شما بانو کردیه نازنینم، نوروز بر شما شاد، پیروز، خجسته، دخت گل ایران. و همچنین بانو کردیه نازنینم، 100 دلار نوروزانه به آریای نازنین که سراسر سال زحمت نگاهداری و رسیدگی به برنامه های بیداری رو در استودیوی بیداری بر عهده دارد. شادیانه نوروزی است برای آریای گرامی و نازنین همه ما. یک جهان سپاسگزارم بانو کردیه نازنینم از اینکه در واقع با همان بزرگ مهری و به چه زیبایی و شیوه ایرانی به یاد آریای نازنین و گرامی ما که در واقع ما به گونه تیمی در اینجا در این سنگر تلاش میکنیم و هیچ کداممان بدون آن یکی نمیتوانیم در واقع کامل این مسئولیت و خیشکاری را که بر عهده داریم انجام بدهیم. سپاسگزارم از این که شادیاین نوروزی 100 دلار برای آریای نازنین ما هم شما ارمغان کردید و چشم ما از سوی شما نوروزانه شما رو به آریا جان خواهیم رساند. توف بر اسلام، من مسلمان نیستم، ایرانیم. خب سپاسگزارم از فرخ فرخزاده نازنین و گرامی، 500 دلار مچ و نوروزانه اعلام کردند. سپاسگزارم از خسرو پرویز نازنین، 50 دلار نوروزانه برای چندمین بار و پاسخ مچ فرخ فرخزاده عزیز. و سپاسگزارم از بانو کردیه نازنینم که سخنان و پیام نوروزانه و مهرامیزشان به همه ما و همچنین شادیانه نوروزانه ای رو که ارمغان آریای عزیز همرز و همکار جوان و نازنین ما کردند. گرامیان من، هم میهنانم، ما در واقع ارمغان بانو کردیه به آریا به کنار در واقع برای مچ، برای سنگر بیداری، تامین هزینه هایش در واقع 50 دلار خسرو پرویز نازنین تا کنون اعلام یاری کردند و 450 دلار ما نیاز فوری داریم که بتوانیم فوری هم 500 دلار فرخ فرخزاد عزیز رو برای سنگر و نگهداریش داشته باشیم. خط و نشان و تهدید آشکار و پنهان روس KGB پوتین کثیف و جانی. همه مردم روسیه نیستند و همه روس را ما نمیگوییم، اما فعلا هست و نیسته و نام و نشانه راشیا در دست یک خونخوار KGB است. بعد از 70-80 سال شکنجه و بدبختی و تحقیر و گولاک فرستادن و 1 میلیون نفر از اینجا با آن سیبری بردن و 10 میلیون نفر را از اون استان به استان دیگر بردن و خوردن سرزمین های دیگران و اشغال و جنایت و وحشت آفرینی و مصیبت های بی شما در جهان و جنگ های وحشتناک در جهان پدید آوردن، دست و پایی زدند و دری به تخت خورد و هرچه شد آن مردم روسیه با آن تاریخ بزرگ، با آن ادبیات شگفت‌انگیز دوباره افتادند به دست یک KGB کثیف.
خط و نشان کشیده است و فرموده است جانور وزیر معاون وزیر امور خارجه پوتین جانی و کی جی بی. در گفتگویی با اینترفاکس گفته است البته ما قصد نداریم از مذاکرات هسته‌ای ایران به عنوان دستاویز برای مقابله با غرب استفاده کنیم، اما ممکن است اقدامات آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها ما را مجبور به این کار بکند. یعنی اعتراض نکنی که ما رفتیم اشغال نظامی کردیم و بخش مهم و استراتژیک از اوکراین را هلافی خورده ایم و بریده ایم و برده ایم. اگر اعتراضی دارید یادتان باشد ما اینجا سر گردنه ایستاده ایم و باجگیری معروفن روسهای خونخوار با انگلیسی ها دست در دست هم میشه. یادتان باشد که ما حق وتو داریم، ما با جمهوری جنایتکاران محمدی که ایران در دست آن جانیان تروریست است. اکنون دارید مذاکره میکنید و توافق موقت کردید، اشتون چرقت به دندان میگیرد میرود بغل ظریف و ظریف معلق میزند میرود بغل اشتون و هی میگویند داریم خوب پیش میرویم و توافق داریم میکنیم، البته آنجا دارن آماده میکنن بمبشان را. یادتان باشد البته ما نمیخواهیم، اما اگر شما ما را مجبور کنید یکی نیست به این حرامزاده و حرامزادگان و خود حرامزاده پوتین و این فاشیست های جنایتکار کی جی بی بگوید. پس بنابراین دوم شما همه جا هست، بخش بزرگی از همین کشورهای اروپای شرقی و تا بالتیک بسیاری از مردمانشان روس نژاد و روس تبارند. پس فولبور را گذاشته و سراغ همه خواهی رفت. اینجا روس هست رفتیم گرفتیم، اونجا روس هست رفتیم گرفتیم. و بعد خود این داستان هم میانه نشان میدهد که این جانیان رود فروش لواطکار محمدی تازی کثیف اربابشان هر چه بخواهد از سوی آنان بگوید و بکند، اما برای مردم ایران با قتل عام و چوبه های دار و قرآن جنایتکار بالای سر آن ملت ایستادند و میکشند و میدزدند و میبرند و میفروشند. اربابشان گفته است، اربابشان روسیه. درود بر بانو سارای نازنین گلم، یار نازنین من، 30 دلار نوروزانه، یک سبد گل ارمغان به همسنگران در سنگر روشنگری بیداری، شاد باش سال نو، آرزوی سال آزادی میهن از دست خونخواران مسلمان، توف بر قرآن و توف بر اسلام کثیف. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر بانو سارای نازنین و گرامی و عزیز. کتبان شمیرانی، کتبان شمیرانی همون آقای شمیرانی یا کدوم شمیرانی هستن نمیدونید. سپاسگزارم کتبان شمیرانی عزیز. نوروز خجسته و پیروز، توف بر قرآن و توف بر اسلام. من مسلمان نیستم، ایرانیم. و فرمودن چک خواهند فرستاد. درود بر هم میهن گرامی من کتبان شمیرانی نازنین، 100 دلار نوروزانه میفرستند. بانو سارای عزیزم 30 دلار نوروزانه و خسرو پرویز عزیزم 50 دلار نوروزانه. 180 دلار پاسخ مچ فرخ فرخزاد عزیزم. هم میهنانم ما 320 دلار کم داریم و در ضمن بانو کردی نازنینم هم 100 دلار شادیانه نوروزی به آریای نازنین و گرامی ما در واقع ارمغان کردند. ایران اشغال شده،
سرزمین نوروز در دست نوروز سوزان. این خبر را بشنوید، خودشان گفتند. محمد علی پورمختار، خبرگزاری فارس گزارش داده است، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از پیگیری فساد در مدارس فوتبال. میدانید که بارها قبلا هم خبرهای لرزاننده این موضوع را با آگاهی رسانده ام از سنگر. پیگیری فساد در مدارس فوتبال توسط این کمیسیون خبر داده است. بر مبنای گزارش ها، تعدادی از مربیان سرشناس فوتبال و اعضای باشگاه های ورزشی از علاقه کودکان و نوجوانان و خانواده های آنها به این رشته ورزشی سوء استفاده کرده و به آنها تجاوز می کند. عفت و عصمت و عترت و همه این واژه های نجس دروغینی را که آوردند، فرهنگ اسلامی که می گویند این است. جنایت کده و کشتارگاهشان را اما نام دادگستری را نگاه داشتند. دادستان و دادیار و داور و همین ها هست، اما کشتار کده، شکنجگاه و جنایت کده اسلام. اما نام را، ماسک را نگاه داشتند برای ایرانیان و برای بیرون. دادگستری سانجا و یکی از جنایتکاران به نام را هم در صدرش نشاندند، یعنی با پیشینه قتل عام، نه فقط یک تن و دو تن و پنج تن و ده تن و چهار حکم دار زدن داده باشد. قتل عام گردش خیم محمدی شده است وزیر دادگستری. پور محمدی نامش هم نشان میدهد پور محمد است. این هم ورزش و فوتبال. آرش صبحی نوشته است ملاحظه کنید که در کشور امام زمانی، در کشوری که یک مشت ملای دزد و غارتگر و حرامی بیوجدان بر آن حکم می‌رانند، عمق فساد اخلاقی مسئولین تا کجاها دامنه پیدا کرده؟ خب پنهان هم که نمی کنند جناب آرش صبحی، مگه پنهان کردند؟ حکم دارد یک سکشن و یک دپارتمنت ویژه لوات با کفار و محاربین و آتش پرستان و مجوسان و اینها دارند. رئیسش هم نامش روشن است، فتوای لوات محمدی با دشمنان اسلام عدیدانان. دست تمساح هست. کهریزک را که فراموش نکرده اید، که حتی یکی از آن جوانانی که در فتح المبین آنها کشته شد، فرزند یکی از سرداران سابق ارشد بود است که مقامات مهم هم داشت، که از آن روح الامینی روس بیزاده فرزند فروش کسافت که هنوزش از زدان جان میداند با پسرش چه کردند. محمدیست دیگر محمدی. میخواهید فرزندان ایران که دیده اینان همان مجوسان و عجم و کر و کور و لال و برده و موالیند، با آنان چه کار کنند؟ این از خمر بیرون آمدگان، این تعلیماتشان با خودشان همین است. دینشان فساد است، وجودشان فساد است، پیامبرشان فساد است، امامشان فساد است. اسلام یعنی بله. آرش صوفی نوشته است ملاحظه کنید در کشور امام زمانی، در کشوری که یک مشت ملای دوست قارتگر و حرامی بیوجدان در آن حکم میرانند، عمق فساد اخلاقی مسئولین تا کجاها دامنه پیدا کرده، ورزشی که اسلامی و ایدئولوژیک باشه
همین لجنزاری می شود که در متن خبر می خانید. این اخبار را صهیونیستا و امپریالیسم غرب و دشمنان انقلاب نمی دهند. خبر از طرف کمیسیون اصل 90 مجلس نکبتبار اسلامی رسانه ای شده و در شکوفایی اقتصاد و فرهنگ. جالب این است که بسیاری از نیروهای سیاسی هنوز سبز که هنوز سبزند هنوز هم دارند بر تبل توخالی این و یا آن میکوبند. این حکومت از روز نخست با حقبازی و تزویر و جنایت و تیرباران و اعدام و مصادره و غارت شکل گرفت و خشت اولش را معماری به نام روح الله خمینی من میافزایم روس بیزاده گور به گور شده. روح الله خمینی با دروغ و ریاکاری بنا نهاد و به طور طبیعی تا سریا هم کج خواهد رفت تنها راه رهایی تخریب کلیت این امارت است. پیام پرزیدنت حسین اوباما رو هم که حتما برای عید شما مبارک داده بود شنیدید از خیلی جاها. البته پیام باز به همون برادران خودش داده بود، یعنی همین جمهوری اسلامی، به ملت ایران کاری نداشت. یکی نیست به این آقای پرزیدنت حسین بگوید در این 5-6 سال که دری به تخت خورد و معجزاتی نمیدانیم از کجا شما یه دفعه مشهور شدید و جایزه صلح بهتان دادند و دنیا را به هم ریختید و آمریکا را زیر و رو کردید، بعد از 5 سال هنوز به شما نگفتند که نوروز مال چه کسانی است و چه فرهنگی است و این جانیانی که کارتر شما آنجا نشانده است فاحش زاده هایش را به نام جمهوری اسلامی. اینان نوروز سوزانند، اینان قاتلین نوروز و قاتلین ملت ایران و فرزندانش هستند. شما میخواهید با اینها بده بستان کنید همون مناسبت رمضان و عیدهای خون و کثافت و لجن محمدی را با آنها بده بستان کنید پیام بدهید. از ما چرا مایه میگذارید حضرت پرزیدنت حسین؟ آن همان بارتان بود، بر روی خون ندا ایستادید و نوروز را به نوروز سوزان و لواطکاران و فتح المبینیان کهریزک مبارک، عید شما مبارک. این بار ولی به پرزیدنت حسین یک کسی گفته بود درود بگویی، ایرانی ها خوشش آمید، اولش یک درودی گفته بود. درودتون رو برای همون سلام علیکم که قبلا گفتید همون خوب است، میبرازد به همه چیزتان با هم، همون سلام علیکم و عید شما مبارک. ولی برای رمضان و قدیر این لواطکاران و سربری صدها هزار گاو و گوسفند و خون را در آنجا جاری کرده اونا قربان با آنها بگویید اون موقع عید شما مبارک. همون سلام علیکم را هم بگویید که خیلی خوب تلفظ میکنید. ما ایرانیان بعد از 1400 سال هنوز نمیتوانیم خوب تلفظ کنیم، برای همین هم هست همواره گبدیم و مجوس و آتش پرست. بانو منیژه عزیز و نازنینم، یار گرامی من، دومین بار است که نوروزانه برای سنگر بیداری 20 دلار نوروزانه اعلام کردند. سال نوی ایرانی به همسنگرانم در سنگر روشنگری بیداری شاد باش گفته، امیدوارم جهان از شر اسلام و آموزه های ضد انسانی آن هرچه زودتر رها شده و روی آسایش و آرامش به خود ببیند. ایدون باد، ایدون ترج باد. توف بر اسلام، من مسلمان نیستم، ایرانیم. خب با یاری بانو منیژه نازنینم، کتبان شمیرانی، بانو سارا و کتبان خسرو پریز، ما جمعاً 200 دلار یاران ما پاسخ دادند به 500 دلار اعلام مچ فرخ فرخزاده نازنینم و سوایان ها بانو کردی نازنینم هم 100 دلار شادیانه نوروزی به آریای عزیز و گرامی همه ما. نوید نازنین و گل، $200 یک بار دیگر برای چندمین بار نوروزانه اعلام کردند
نوید عزیز و گرامی که در این آغازین ساعت و دقایق سال نوی ایرانی من برای نوید نازنینم که کسالتی دارند و برنای عزیزم که کسالت دارند با همه دل نیایش میکنیم به هنجار هستی، به نوروز، به کوروش، به زرتشت، به گل، به آب، به گیاه که در این سال این عزیزان ما و همه انسانهای نیکی که دچار رنجی هستند به راستی تندرستی و شادی و آرامششان را به گونه 100% به دست آورد. روی ماهت را نویده عزیزم از راه دور میبوسم. نوروز پیروز گرامی من، نیک فرزند ایران، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. و با درود بیکران به بیدار شدگان و دشمن ستیزان، یعنی اسلام ستیزان در سنگر بیداری. و اما هفت سین محمدی و حسینی اسلامی این است: سید و سنده و سنگ و سیخ و سوسک و سوسمار و سیفون مستراد. درود بر نوید عزیز و گرامی من. دقیقا همین گونه است. آنها 1400 سال است فرهنگ با شکوه ما را آمدن به میهن ما، میهن ما را اشغال کردن، دارایی های ما را بردن. سری به کتاب های تاریخ بزنید، گاهی تاب نمی آورید اتفاقی را که مثلا 1300 سال پیش افتاده است و این جانیان در ایران انجام دادند. بخوانید، 1300 سال از آن گذشته است. بروید قادسیه را بخوانید، گزارش هایی که داده شده است. بروید جنگ نهاوند ببینید چه روی داده است. سرنوشت ایرانیان را بروید ببینید، آوارگی ایرانیان را، قتل عام ها، از خون ایرانیان آسیاب چرخاندن، گندم آرد کردن و خوردن، تجاوزات گروهی و دست جمعی به زن و مرد و خرد و کلان و شیرخواره های ایران، به بردگی بردنشان کیلومترها با تناب، ببینید چند هزار تن را می بردند. گزارش دادند آنانی که دیدند، نوشتند. شبان روز هزاران هزار شتر بار طلا و زمرد و اشیای گرانبها و فرش های ایرانی و هر چه بوده است می بردند. و بعد آمدن فرهنگ ما را بسوزانن، نابود کنن و به سخره بگیرن. و اکنون بعد از 1400 سال در قرن 21 آمدن هفت سین ما را هم با نجاسات فاطمی، محمدی، علوی، کثیف، لجن باز بیشتر بیالایند. دیدن چون میدانند بسیاری از ایرانیان دیگران اشتباه را نمی کنند. کسی دیگر قرآن، سربرنامه، جنایتنامه، نجاستنامه، زنکشنامه را بر سر خان نوروزی نمی گذارد. بسیاری از میلیون ها ایرانی دیگر نمی کنند. اینها می دانند و از آن سو دارند این کارها را می کنند. دست و پا بزنی کف دارند. روزهای آخرتان است. سید، سنده، سنگک، سیخ، سوسک، سوسمار و سیفون مستراد. بله، توف بر هر چه مسلمان باورمند و قرآن است. من مسلمان نیستم، ایرانیم. خب با بزرگ مهری و سخاوت بی پایان نوید عزیزم ما در واقع 400 دلار گرامیان من پاسخ داده شده به اعلام 500 دلار مچ نوروزانه فرخ فرخزاد عزیزم از اروپا. امیدوارم این 100 دلار سریع برسد، اما عزیزان من امیدوارم تا پایان برنامه که 32 دقیقه زمان داریم، یارانی که هنوز شادیانه های نوروزی را به سنگر خودتان، به سنگر ایران نرسانده اید، زنگ بزنید و اعلام یاری و پشتیبانی کنید.
اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اتریش پشت درهای بسته، یعنی در درهای گشوده نمیتوانن این کار را بکنند، پشت درهای بسته جواد ظریف سخیف نجس کثافت روسبیزاده که میگوین وزیر خارجه سیدعلی لواطکار دوریانی تنبکزن است، به دلیل افزایش اعدام ها بخصوص اعدام زندانیان سیاسی مورد حسابرسی قرار دادن. پس چرا پشت درهای بسته این کار را کرده ای؟ جان انسان ایرانی 35 سال است، می سوزد و برباد می رود، ایرانی را به قتل می رسانند، به نامش را اعدام، تجاوز و به عنف، قاچاقچی و چه و چه. چرا پشت درهای بسته گفته ای؟ ترسیده شتیله تان قد شود یا چه؟ بعد این روس بیزاده سخیف وزیر امور خارجه خلیفه جانی و هرزه سیدعلی گفته است اعدام زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد. مسلمان این است ندارد. به گزارش سازمان ملل در سال 2013 بین 500 تا 625 تن و در 15 روز نخست ماه ژانویه 2014 در 15 روز آنند همه ماه 40 تن در ایران به قتل رسانده شدن به نام اعدام. این سازمان تأکید کرده در میان اعدام شدگان زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی نیز وجود داشتند. این روس بیزاده ظریف که عشق مورد علاقه آقای حسین اوباما هست و اون حسن کفتار بنفش و پیام نوروزی داده است، رفته است سراغ حسن کفتار بنفش به رأی مردم که رفتن کفتار انتخاب کردن. شما جمع کن حسین اوباما، به راستی جمع کن، دیگر شرم نمی کنی، جمع کن یکی از اینها رو بکن. مثلا پیام نوروزی داده. آریا جان، آریای نازنینه، به افتخار نوروز، برای شادی تک تک همیهنانمان، برای شادی فرزندان سرزمین شادی یعنی ایران که اکنون سرزمین عزا شده است، سرزمین هنر، سرزمین حقوق بشر، سرزمین برابری و همسری زن و مرد، با هم شماره 4 را آریا جان، دست افشانی و رقص زیبای جمیله نازنین و زیبا و یگانه میهنمان با هم میبینیم. هم میهنانم توف بر اسلام در این نخستین روز سال نوی ایرانی و درود بر بانو جمیله زیبا و نازنین و هنرمند که مانند خاری در چشم پوسیدگان پسماندگان و لجنهای تازی مسلمان است. شماره 4 رو با هم ببینیم. اولین باری که من آهنگ بزم خیام رو گوش کردم روش فکر کردم که من چه کار میتونم با این آهنگ بکنم. بعد از یه 15 روز تمرین من یه رقصی رو کردم به نام بزم خیام. حالا با هم به اون نگاه.
نوروز پیروز. هم میهنانم با درودی دیگر باره و 21-2 دقیقه تا پایان برنامه داریم. گرامیان من، کتبان فرخ فرخزاد عزیزم $500 مچ و نوروزانه اعلام کردند و یارانمون خسرو پرویز، بانو سارا، کتبان شمیرانی، بانو منیژه، کتبان نوید پاسخ دادند و بانو کرده عزیزمان هم $100 نوروزانه برای همکار نازنینمان آریا جان ارمغان کردند. سرباز میهن گرامی و سخاوتمند و میهن پرستمان $200 نوروزانه برای چندمین بار اعلام کردند در پاسخ مچ سخاوتمندانه همسنگر گرامیم فرخ فرخزاد و با شادباش سال نو به این میهن پرست بزرگوار و درود و شادباش به دیگر همراهان در سنگر دشمن ستیز، سنگر بیداری. ایرانی راستین یعنی ایرانی اسلام ستیز و قرآن سوز. توف بر علی و محمد و نقی و تقی، امام در مستراحشان که غایب است و حسن و حسین و بقیه کفداران. من مسلمان نیستم، ایرانیم. درود بر سرباز میهن نازنین و گرامی و بزرگمنش، نوروز پیروز. بر تک تک یاران و به ویژه یاران پشتیبان و ماندگار سنگر بیداری، یارانی که هر ماه با هر مبلغی یاری میرسانند در همه این سالها. گرامیان من، یارانی که در طی ماه یک بار، دو بار، سه بار، بارها میآیند و تلاش میکنند که این سنگر بماند و سرافراز و ایرانی و مستقل بماند، که همه ما بتوانیم تلاش کنیم و چون باور داریم راه آزادی ایران از ستیز و مبارزه با دشمن اصلی است، یعنی اسلام، نه با سید علی و لات و لوتهای چاووکشش و لبادکارش و دزد و کثافت و روسبیهای صیغه‌ای اینجا و آنجا. آن لجنزاری که این همه ایران ستیز، آدم کش، بیوجدان، فرومایه و پست میپرورد و همه توانایی های مادی و دانشی ایران را، بخش بزرگش را در 1400 سال سوزانده است و نابود کرده. گوشه‌ای، تنها گوشه‌ای از سوزاندن هست و نیست دارایی‌های ملی ما. بر اساس حکم یک قاضی دادگاه آنتاریو در کانادا، بیش از 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در کانادا شامل حساب‌های بانکی و ساختمان توقیف خواهد شد تا به عنوان غرامت به قربانیان تروریسم آن دست از گروه‌های شبه نظامی پرداخت شود که ادعا شده از سوی ایران حمایت مالی شده، از سوی اشغالگران ایران، از سوی فاحشه‌زادگان کارتر و آن افریت عجوزه جزیره اهریمنی و انگل‌های گوادلوپ. نه ایران، ایران اسیر است. اعضای خانواده قربانیان حمله های تروریستی، گروگان های آمریکایی که در بیروت به اسارت گرفته شده بودند و دندانپزشکی که در حمله انتحاری و انفجار بمب در سال 1997 در اورشلیم دچار سوختگی شدید شده بود، از جمله شاکیان و در نتیجه دریافت کننده های احتمالی غرامت مالی خواهند بود. تصمیم قاضی دادگاه به منزله پیروزی بی سابقه ای برای وکلا و شاکیان این پرونده محسوب می شود. سی بی سی، تلویزیون دولتی کانادا، گزارش داده است بعضی از شاکیان این پرونده ها مدت ها پیش حکم دادگاه برای دریافت غرامت های چند میلیون دلاری از مقامات ایران را
دریافت کرده بودند، اما سالها در انتظار حکم دادگاه‌های کانادا و آمریکا برای توقیف و ضبط دارایی‌های حکومت ایران، یعنی حکومت اشغالگر ایران. این دارایی‌ها از آن ملت ایران است، نه این جانیان که میلیارد 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 شبانه روز دارن می‌دوزن. میلیارد نه ریال و تومان، میلیارد یورو، میلیارد پوند، میلیارد دلار، و نه یک میلیارد، میلیارد ها دلار. بله، این هم بعد گفتن چه مبلغی به چه کسایی خواهند داد و چه کار خواهند کرد. سرزمینی که در دست صاحبان اصلیش نباشد و تازه نه در دست دشمن، و دشمنی که یا فقط برای دزدی غارت آمده است، نه، دشمنی که خود را صاحب آنجا می داند. دزدی که آمده است چون دزدیش و جنایتش 1400 سال پاییده است، میگوید من صاحب خانم، من مالکم، اینجا سرزمین عجز، اینجا سرزمین فاطمه است، اینجا سرزمین محمد است، اینجا سرزمین لواطکاران است، اینجا سرزمین علویان است. این دشمن، و تازه این دشمن چه ویژگی دارد سوای ویژگی های پیامبر و امامان و جنایت نامه؟ چون تازی ها نه ریشه از آن سرزمین نیستند، از ایران نیستند، نه روح و نه روان و نه حتی نژاد، هیچی. کثافتش را 1400 سال چون مانده است در اندیشه ایرانیان به عنوان دین ایرانیان، آیین زرتشت، آیین خرد، آیین مهر، آیین همه زیبایی ها را که از آن خود ایرانیان بوده است، با زور تجاوز، دزدی، قتل، وحشت آفرینی، ترور، نسل پشت نسل بیرون آورده است و نجاسات و فساد و کثافات و آدمکشی هایش را به نام دین اسلام در مغز ایرانیان شکست خورده جای داده است. و تازه بعد از 1400 سال هنوز خوشنود هم نیست، چون میبیند آن فرهنگ نیرومند ایران با همه بلاها و جنایتهایی که تازیان و اسلام کثیفشان و بعد دوستها و راهزنان و گداهای بیابانهای دور و ترک و مغل و تاتار و هرچه آمدند با همان شمشیر اسلام را در دست گرفتند، هرچه فشار آوردند، این فرهنگ انقدر نیرومند و ریشه دار بوده است، این اشغالگران هنوز قبول ندارند، هنوز میگویند اینان کافرانند و مجوسا، نماز بخوانند، زیارت برن، فایده ندارند. این است اسلام در میهن. یک پرونده قدیمی، این بلایی که سر این در این 35 سال بر سر ایران و ایرانی آمده است، درباره 8 ایرانی یهودی آیین. موساد ارزیابی منتشر کرده است، پس از بیش از 20 سال اعلام کردند این 8 ایرانی یهودی به قتل رسیدند. پس از بیش از 2 دهه که از ناپدید شدن رد پای 11 مرد جوان ایرانی یهودی در راه خروج آنها از خاک ایران می گذرد، موساد اسرائیل ارزیابی کرده است 8 تن آنان در مسیر راه خروج از زادگاهشان به گروگان افرادی در آمده و سپس کشته شدند. به گروگان چه کسانی در آمدند؟ یعنی بعد از بیش از 2 دهه آن هم سرویس اطلاعاتی اسرائیل، یکی از نیرومندترین ها، تیزترین ها، هنوز نمی داند.
سرنوشت ایرانیان رو ببینید. جرزالم پست نوشته است ارزیابی که موساد ارائه کرده پرونده یک ماجرای طولانی را از دهه 90 میلادی گشوده بود میبندد. خب از خلاص شدن دیگه. دفتر نخست وزیری اسرائیل پنجشنبه 29 اسفند با انتشار ارزیابی موساد اعلام کرد نتیجه گیری سازمان اطلاعات و ماموریت های ویژه اسرائیل این است که 8 تن از این جوانان ایرانی یهودی در دو گروه 4 نفره در تلاش برای خروج از ایران به گروگان افرادی در آمده و به قتل رسیدند. توف برآورندگان نجاست قادسیه دوم به میهن ما. نتیجه گیری از این پرونده از سوی آقای داوید میدان هماهنگ کننده دفتر نخست وزیری اسرائیل در امور ناپدید شدگان یهودی و اسرائیلی این گزارش را به اطلاع ربای الیاهو بخشی روحانی ارشد یهودی که خود ایرانی زاده است رساند. بر اساس گزارش جروزالم پست و رویترز اسرائیل از مدتی پیش نتیجه گیری این گزارش را به اطلاع ربای شلومو آمار یکی از رهبران ارشد روحانی یهودیان شرقی تبار رسانده و اون از طبق اصول یهودیت به خانواده های 8 تن از افراد یاد شده گفته است که می توانند عزیز خود را مرده تلقی کرده و برای او عزاداری کنند. خیلی لطف کردند ایشان. حل شد دیگر، مشکل حل شد و دوران سرگردانی برای روشن شدن سرنوشت عزیز خود را تمام کنند. همیهنان همین تنها سرنوشت 8 تن ایرانی است. یک قلمش این است. این اسلام چه میخواهد از جان ایران و جان ایرانی؟ تا روزی که ایرانی نداند و در نیابد که باید با چه دشمنی بجنگد، همین ادامه دارد. بله، بیوه ها اگه از این به بعد از نظر مذهبی مجاز به ازدواج دوباره خواهد بود. مشکل فقط همین است. دفتر نخست وزیر اسرائیل از مدتی پیش آقای داوید میدان عضو پیشین موساد را مأمور بررسی این پرونده کرده. نام این خانواده های یهودی ایرانی اعلام نشده. فرنوش رام خبرنگار حوزه خاورمیانه که با شماری از خانواده های این افراد در لس آنجلس ملاقات کرده میگوید یهودیان ایرانی تا پیش از این، از اینکه دولت ایران و یا آمریکا و اسرائیل تلاش جدی برای کمک به روشن شدن این پرونده نکردند، ناخرسند بودند. دولت ایران که حتما خیلی دلش سوخته است میکند. بانو فرنوش رام، دولت ایران، یعنی همین جا که هستن دیگه، چون میگویید 20 سال اندی. در سالهای جنگ ایران و عراق و اوایل دهه 90 میلادی بسیاری جوانان خانواده های یهودی ایرانی که امکان خروج غیرقانونی از ایران را نداشتند، مانند بسیاری از ایرانیان هموطن خود خروج قانونی از ایران را نداشتند، بسیاری از ایرانیان هموطن خود با کمک گرفتن از قاچاقچیان انسان از راه سیستان و بلوچستان به پاکستان می رسیدن و از آنجا راهی غرب می شدن. هرچند شمار جوانان ناپدید شده ایرانی یهودی 11 تن است، اما گزارش به کشته شدن 8 تن آنها اشاره می کنند. از کجا دقیق دانستن پس آن 3 تن دیگر چه شد؟ نیویورک تایمز در سال 2000 میلادی نوشته 3 تن از این 11 تن ناپدید شده مدتی در زندان زاهدان بودند، چرا که در حال خروج دستگیر شده و شاهدانی آنها را در این زندان دیده بودند. پس در دست همین دولت بودند دیگر. دولت اسلام. زاهدان که بیرون از مرزهای ایران نیستش که، در پاکستان نیست که. زاهدان ایران. نیویورک تایمز همان زمان نوشته بود این افراد ممکن است زنده باشند، هرچند که تا آن سال شواهد قطعی از این سه نفر به دست نیامده بود.
حسین اوباما زنگ بزنه دست حسن کفتار بنفش که تلفنی خیلی حال میکنن با هم صحبت کنن، بپرسد ببیند چه شدن دستگرمی ستن کجایند از برادران در زاهدان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه بیانیه‌ای برای تسلیت به خانواده‌های 8 یهودی ایرانی کشته شده منتشر کرد. چقدر زحمت کشتن ایشون، همه دارن زحمت میکشن. ایرانی فارغ از این که زرتشتی است، یهودی است، مسیحی است، بیدین است، مسلمان زاده است، بهایی است، حجاز، ایرانی، انسان ایرانی باید بداند تا روزی که به جنگ دشمن اصلی نرود، خودش چشم به راه آمریکا و اسرائیل و انگلستان که خودش آنجا صاحب له شده است و مثلا پوتین کی‌جی‌بی جنایتکار که میخواهد همه ایران را از حزم رابع بگذراند و هرچه، خود مردم ایران فارغ از این که یهودیان یا یهودی زادن، زرتشتیان یا زرتشتی زادن، مسلمانان یا مسلمان زادن، آن ایرانی که خود را مسلمان میداند باید بداند شریک همه این جانیان و دخیل در همه این جنایت ها و ایران سوزی هاست. نمیتواند بگوید، دیگر نمیتواند بگوید اسلام این نیست، مهم هم نیست شیعه هست این ایرانی یا گمان میکند سنی است و عاشق عمر است که آمده است ایران را فتح کرده است و نابود کرده است، مهم نیست. نجاست اصلی نامش اسلام است و جنایت نامه قرآن است و پیامبر بیمار روانی که یک پیمپ گردن کلفتی به نام الله داشته است برای مسائل شهوترانیش اصل آنها هستند. شیعه هستم و سنی هستم و این شاخه هستم و اون شاخه هستم، اینها برای تقسیم قارتی ها از سرزمین های فتح شده قبایل عرب با نیاز داشتن که آن از چنگان در بیاورد، این یکی از چنگه، این هر دوی پخند، هر دوی گوهند. ایرانی باید بداند با دشمن اصلی خودش و سرزمینش و جانش و فرهنگش و آسایشش و شادیش باید بجنگد. نامش اسلام است و ایرانیانه از آیین‌های دیگر گمان نکنند که این خویشگاری فقط از آن ایرانیان مسلمان زاده است. ایرانیان، آن یهودی امکان دارد دو سال دیگر بگوید من به دین یهود باور ندارم، قومیتم یهودیست. آن باورمند به مسیحی میتواند باور دیگری پیدا کند، میتواند برود زرتشتی بشود، میتواند بگوید اصلا من به این رسیدم که دیگر خدایی اصلا وجود ندارد، اتئیستم. اما ایرانیست، هویت اصلی ما، کیستی ما، آن سرزمین، آن ناب، آن میهن است و همه ما باید برای میهنمان بایستیم. نوروز از آن همه ماست، نوروز اکنون دیگر جهانی است. سرزمین های وسیع جدا شده که استان های ایران بودند و اکنون هر کدام کشورهایی برای خود شدند، نوروز همه جا هست و همه در پی دزدیدنش برای خود. مثلا ترکیه میخواد مثلا حالا که با فرزندان نوروز یعنی کردهای ایرانی در آنجا میجنگیده، اکنون میبیند خودش فقط خون و خونریزی عید قربان را در چیزی یعنی که ندارد، که چنگیز خان نمیدونم چه جشنی داشته است. نوروز جهانی است، جهانبینی ایرانی نوروز را ارمغان کرده است به جهان، به زمینیان. اندیشه ایرانی است، جشن ایرانی است، فرهنگ ایرانی است. نوروز تنها جشن جهانی است، چون هر انسانی میتواند خود را با نوروز سازگار کند.
نه زوری میگوید، نه میگوید وردی بخوان، نه میگوید باید پوشاکت این باشد، نژادت آن باشد. میگوید تو اهل زمینی و نوروز تنها جشنی است که برای زمینیان مفهوم دارد، دینی و ملابازی و خاخامبازی و کشیشبازی ندارد. از آن اندیشه های آزاد است، از آن همه بشریت است. یک سرفوس، یک آمریکای لاتینی، یک انسان از سرزمین های عربی، یک چینی، یک ویتنامی، یک ژاپنی، یک آلمانی، یک فرانسوی، یک سوئدی، همه می توانند خود را با نوروز یکی بدانند. این بزرگترین و باشکوه‌ترین و پرچم و معناترین جشن و آغاز سال که از آن اندیشه بزرگ و گسترده و خردورز نیاکان ما بوده است. نوروز پیروز هم میهنانم، هر روزتان نوروز، شاد و خندان و شادمان باشید و به ایران بیاندیشیم و همه به ایران بیاندیشیم و درود میفرستیم به روان دو ابر مرد اهورای سرزمینمان در نخستین روز سال نو ایرانی که جایشان خالی است. رضا شاه بزرگ پهلوی، آریا مهر بزرگ پهلوی. سپاسگزارم از تک تک یاران و توجهتون به برنامه امروز. امیدوار هستم تا سه شنبه یاران دیگر ما نوروزانه ها را، بله، در این دقایق پایانی. درود بر نازنین گرانمایه هم‌میهنمان بانو شراره عزیز. 100 دلار در پاسخ مچ کتبان فرخ فرخزاد نازنین. با درود و شادباش سال نو به همراهانم در سنگر روشنگری بیداری ارمغان سبدی گل به روان جوان ناکام ایرانی که در هنگام اعدام خواست با مادرش سخن بگوید و جنایتکاران مسلمان نگذاشتند و آرزوی شکیبایی برای بازماندگانش و نوروز میهنش را ندید و میتوانست در شادی و سرفرازی همان ایرانی که داشتیم پیش از 35 سال پیش، همان جوان اکنون مفتخر به ایرانی بودن و جوانی کامیاب و موفق و دارای زندگی و آینده در کنار و در میان ما باشد و همه ما در ایران ما باشیم. درود بر بانو شراری نازنینم، کردیت کاردشون هم لطف کردن. توف بر هر کسی که به اسلام کثیف و جنایتکار و ضد بشری باور واقعی دارد. درود بر بانو شراری نازنینم. و در پایان پیش از بدرود هم میهنانم، یکی از گرامیان به من زنگ زدن ساعتی پیش از برنامه و خبری دادن که بسیار دلشکن بود. من نخواستم در طول برنامه خبر را بگویم که یک مبارز و یک میهن پرست به نام پرتلاش، به نام روانشاد کتبان آرش، که همواره در لندن بسیار پرتلاش بودند و میهن پرست و ایران دوست، در هر حال در همین ساعت به جاودانه های تاریخ پیوستند. روانش شاد، نامش جاودان و امیدوارم در برتا برنامه آینده خبرهای بیشتر و یا اگر یاد بود و مراسمی از سوی همرزمان و همراهانش در لندن از سوی انجمن خردپیشگان ریشه‌ای اعلام بشه، من هم به دستم برسه حتما با شما عزیزان در میان خواهم گذارد. جاوید ایران، پایان.